انسان در دنیا تنهاست، انسان در دنیا غریبه، ولی معناش نیست که خدا رو نداره، معناش اینه که فقط خدا رو داره. ما انسان ها کلن موجودات تنهایی هستیم. این احساس تنهایی حال آدم رو بد میکنه. این احساس تنهایی موجب میشه که آدم سوء ظن پیدا بکنه نسبت به محیط خودش، جهان خودش، و فکر کنه واقعا کسی حمایتگر از اون نیست. وقتی یه نفر از همه یه جورایی تنهایی دید، برید از همه، دیگه این آدم نسبت به فضای موجود، جهانی که داره درش زندگی میکنه، بدبین میشه. شما این وسط بهش بگی به خدا توجه کن، خدا به تو مهربانه، خیلی سختشه بپذیره. با اینکه این قربت ما در دنیا باید ما رو میکشوند به سمت پروردگار عالم و با خدا تنهایی خودمون رو از بین میبردیم، با اینکه این قربت یه فرصتیه که مشغول همدیگه نشیم، مشغول خدا بشیم، ولی انسان‌ها این وسط میمونن. ما برعکس این که تو دنیا اگر تنهاییمونو حس کردیم باید بریم با خدا پیوند بخوریم و خدا رو تنها پاسخ دهنده تنهایی خودمون ببینیم، برعکس اینجوریه که یه دفعه وقتی تنها زده میشیم، از تنهایی دچار رنج میشیم، دیگه میزنیم به سیم آخر، میگیم هیچ کس ما رو دوست نداره. چیکار کنیم ما وقتی که تو حادثه ها تنها میشیم، تنهاییمون عامل کفرمون نشه، تنهاییمون عامل انکار مهربانی خدا نشه، تنهاییمون عامل احساس این که پشتیبان نداریم نشه. چیکار کنیم؟ تمرین تنهایی بکنیم. و برای تمرین تنهایی هم نماز شب رو توصیه کردن. بلند شو تنها، الهی من لی غیرک. این تنهاییه داوطلبانه، این تنهایی برنامه ریزی شده، انگار تمرین میده به آدم، آدم در تنهاییهاش خدا رو از دست نده، انگار یک عملیات باور خدا با من هست، خدا منو تنها نمیذاره، خدا به من مهربونه، یه عملیات تلقینی سنگین تو این معناست. و بعد انسان قرص و محکم میشه. از تنهایی های زندگی هیچ وقت دچار منفی بافی نمیشه. برای خودمون یه مهربانی ها، یه تنهایی هایی در آغوش مهربانی خدا داشته باشیم. تنهایی خودمون رو با خدا پر بکنیم. در تنهایی ها، در رنج تنهایی ها یه وقت از خدا نبریم. تنهایی فلسفهش اینه که بگیم الهی من لی غیرک. اگر کسی از تنهایی تبدیل شد به یک آدم بدخلق، یعنی تنهاییشو با خدا پر نکرده.